سلام، پرونده‌ای که امروز بررسی می‌کنیم یک پرونده بسیار آموزنده است، مخصوصاً برای خانم‌ها. این اتفاق در سال 99 رخ داده. یک راننده تاکسی به اسم کیارش که فرد معتادی هم بوده، مسافرهای خانومش رو بیهوش می‌کرده و ازشون فیلم تهیه می‌کرده که در ادامه ویدیو بهتون میگم چجوری این کار رو انجام می‌داده. خانومی به اسم سحر میگه که همیشه برای رفتن به محل کارم با تاکسی و با ماشین‌هایی که مسافرکش بودن به محل کارم یا به خونم می‌رسیدم. یک روز چون عجله داشتم، اولین ماشین مسافرکشی که دیدم سوارش شدم، غافل از اینکه چه اتفاقاتی در بین راه قراره برای من بیفته. در بین راه راننده که اسمش کیارش بود به من یک آب میوه داد و به زور میگفت که بخور. بعد از اینکه آب میوه رو خوردم بیهوش شدم و وقتی به هوش اومدم دیدم که کیارش یک فیلم از من تهیه کرده و من مورد سوء استفادهش قرار گرفتم. او به من گفت اگر حرفی به کسی بزنم فیلمم رو پخش میکنه. من هم ترسیدم و به کسی حرفی نزدم. چندین بار از من پول خواست برای اینکه فیلمم رو پخش نکنه. منم بهش میدادم. 500 هزار تومان، 1 میلیون، 2 میلیون از من گرفت. اما تا به خودم اومدم دیدم که اسیر کیارش شدم و مدام داره از من پول میگیره. دفعه آخر بهم گفت 10 میلیون تومان پول میخواد. منم که دیدم این پول گرفتنها انتهایی نداره، تصمیم گرفتم به شوهرم و همچنین به برادرم بگم، چون من واقعا مقصر نبودم، بیهوش شده بودم و اون فیلم از من تهیه شده بود. وقتی به شوهرم و برادرم گفتم خیلی عصبانی شدن و گفتن که با کیارش قرار بذار و بگو که 10 میلیون تومان آماده است. من با کیارش قرار گذاشتم و به همراه برادرم و شوهرم رفتیم به محل قرار. کیارش وقتی فهمید که من تنها نیستم میخواست فرار بکنه، اما موفق نشد و برادرم گیرش انداخت. سوار ماشین شدیم. برادرم میگفت متوجه شده که کیارش معتاد هست. به خاطر همین با برادرم و شوهرم نقشه کشیدیم که در بین راه بهش مواد مخدر تزریق کنیم تا علت مرگش تزریق مواد مخدر تشخیص داده بشه. در بین راه برادرم و شوهرم مدام بهش مواد تزریق کردن و بعدش کیارش رو از ماشین بیرون انداختیم و برادرم رفت و دوباره ضربه هایی بهش زد. بعد از این ماجرا این سه نفر سوار ماشین میشن و میرن. کیارش همونجا فوت میکنه. و حالا مامورای پلیس چجوری به سحر رسیدن؟ گوشی تلفن همراه کیارش رو بررسی کردن. آخرین پیام ها و آخرین تماس ها از سمت سحر بوده. به خاطر همین پلیس سحر رو بازداشت میکنه. سحر در همون اعترافات اولیه گفت که چه اتفاقاتی افتاده و پلیس هم بعد از این اعترافات برادر و شوهر سحر رو هم دستگیر کرد. اونها هم همون ابتدا جرمشون رو پذیرفتن. اما جالبه بدونید که سحر دو بار حرفهاش رو عوض کرد. یعنی در واقع سه بار حرفاش رو عوض کرد. اولش گفت که برادرم قاتل هست و شوهر من کاری نکرده. اما در ادامه تحقیقات گفت که شوهرم باعث مرگ کیارش شده. اما همسر سحر حرفهای خانومش رو رد کرد و گفت من فقط به مقتول مواد تزریق کردم، ولی برادر سحر کار او رو تموم کرد. بعد از پایان تحقیقات و در حالی که متهمان در زندان بودند و بعد از گذشت چند ماه، این بار سحر در نامه‌ای به بازپرس پرونده مدعی شد که در مرحله تحقیقات اظهاراتش واقعی نبوده و شوهرش نقشی در قتل نداشته و برادرش باعث مرگ کیارش شده. توی این نامه سحر نوشته بود یک دختر خردسال داره و با دستگیری او و همچنین شوهرش دخترشون بی سرپرست مونده. درخواست کرد که یا خودش یا شوهرش به خاطر تنها بودن دخترشون آزاد بشن. شوهر سحر هم در نامه جداگانه‌ای خواسته بود که با قید وثیقه از زندان آزاد بشه. اما پلیس با آزاد شدن اونها حتی با قید وثیقه هم هنوز موافقت نکرده. در یک پرونده تقریبا مشابه، یک خواننده مجالس عروسی آب میوه‌ای رو به دخترها میداد که انقدر قوی بود که تا ساعت‌ها اون دخترها گیج بودن و بیهوش بودن. ماجرا از جایی شروع شد که یک دختر 25 ساله به پلیس مراجعه کرد. او گفت من در زمینه مشاوره پوست و مو فعالیت دارم. به دلیل فعالیت کاریم یک پیج در اینستاگرام راه اندازی کردم.
چند مدت قبل پسری به من پیام داد و سوالاتی درباره ریزش موی آقایان پرسید. بعد گفت به دلیل فعالیت کاریش انواع بافت‌های مو رو میخواد از من خریداری بکنه تا تصاویرش رو در پیجش منتشر کنه. اینجا آغاز همکاری من و این پسر بود. تا اینکه بعد از چند روز این پسر نسبت به من ابراز علاقه کرد و گفت که قصد ازدواج داره. گفت که میخواد منو ببینه و با من قرار گذاشت. من هم پذیرفتم. قرار ما در یکی از خیابان‌های حوالی غرب تهران بود. مهران سوار پژو 206ش بود که رنگش هم سفید بود. من بیخبر از همه جا سوار ماشین مهران شدم. در بین راه پیشنهاد داد که آب میوه بخره. وقتی پیاده شد اون دوروور هیچ مغازه‌ای نبود. اما من شک نکردم. او با 2 تا آب میوه به داخل ماشین اومد. وقتی آب میوه رو خوردم جوری بیهوش شدم که اصلا دیگه هیچی رو نمیفهمیدم. از ساعت 12 ظهر که سوار ماشین مهران شدم تا حدود 10 شب داخل ماشینش بودم. تا جایی که به خاطر دیگه به طور جداگانه به اداره آگاهی رفتن و شکایت مشابهی رو مطرح کردن. 2 شاکی جدید یکیشون خانم آرایشگر بود و یکی دیگرشون هم یک خانم که رئیس یک شرکت خصوصی بود. هر دو تقریبا 27 ساله بودن. اونها هم مثل شاکی اول در اینستاگرام به دام مهران افتاده بودن و بعد از مدتی رد و بدل کردن پیام با او در غرب تهران قرار گذاشته بودن. هر دوی اونها سوار پژو 206 سفید رنگ شده بودن و بعد از خوردن اون آب میوه مسموم از هوش رفته بودن. طلاهاشون دزدیده شده بود و حسابشون هم خالی شده بود. مورد تعرض هم قرار گرفته بودن. اونها در حالی که گیج و تقریبا بیهوش بودن مقابل خونشون رها شده بودن. شاکی ها می گفتن که مهران حتی پیشنهاد ازدواج هم مطرح کرده بود و اونها به همین دلیل سر قرار با او حاضر شده بودن. با اینکه مهران خیلی حرفه‌ای این کار رو انجام داده بود و جاهایی قرار گذاشته بود که هیچ دوربین مداربسته‌ای هم نبود، اما پلیس بالاخره مهران رو دستگیر کرد. ابتدا مهران اتهاماتش رو نپذیرفت، اما وقتی که با شاکی‌ها روبرو شد مجبور شد که بپذیره. همدست مهران هم دستگیر شد. رئیس پلیس آگاهی تهران از دخترانی که در دام این دو متهم گرفتار شدن خواست به اداره آگاهی مراجعه کنن و برای شکایت از این دو متهم اقدام کنن. خیلی ممنونم از توجه شما عزیزان. خیلی مواظب خودتون باشید. آب میوه از دست افراد ناشناس نگیرید یا هر خوراکی و نوشیدنی که افراد ناشناس میخوان بهتون بدن. برای جابجا شدن لطفاً از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید یا از تاکسی هایی که مورد اعتماد هست و سوار ماشین های شخصی نشید. لطفاً شما هم نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. اول ویدیو نگفتم ولی واقعاً ازتون تشکر میکنم به خاطر لایک این ویدیو و تمام محبت هایی که شما عزیزان دارید. خیلی دوستتون دارم. تا فردا، خدا نگهدار.